آستان مقدس عباسی در چارچوب طرح حفظ میراث مستند و نسخه های خطی در عراق به مرمت برخی از آنها پرداخته است. به گزارش شیعه ویوز، اخبار شیعن جهان، استاد لیس لطیفی، مدیر مرکز الکفیل گفت بخش مرمت نسخه های خطی متعلق به بخش امور فکری و فرهنگی آستان مقدس عباسی اسناد تاریخی مربوط به قرن 13 تا اوایل قرن چهاردهم را در چارچوب طرح ملی حفظ میراس مستند و نسخه های خطی در عراق ترمیم و بازسازی کرده است وی افزود مرمت نسخه های خطی نادر یکی از مهمترین بندهای این طرح ملی است تا به حفظ این میراس کمک کند این اسناد یکی از مهمترین ارکان آن است و مرمت این اسناد پس از موافقت دبیرخانه آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام انجام شد مدیر الکفیل افزود تاریخ این اسناد که تعدادشان به پنج سند میرسد مستندات وقایع مهم مربوط به دوره های 1288 هجری قمری تا 1306 هجری قمری است بعد از اینکه بررسی و ارزیابی ما نسبت به خسارت ناشی بر این اسناد تایید شد کار مرمت با استفاده از جدیدترین ابزارها آغاز گشت تا روح جدیدی در این اسناد دمیده شود این اسناد متعلق به یکی از خانواده های معروف کربلایی به نام آل قسن است که در منطقه بابل خان ساکن هستند از سوی دیگر قاسم کازم آل قسن یکی از اعضای خاندان آل قسن گفت آستان مقدس عباسی خدمات رایگان بسیاری را در این زمینه به ما ارائه نموده به گفته ای وی مرمت این اسناد بسیار خوب انجام شده و از کیفیت بالایی برخوردار است